آغاز سال 1402 دو دودولی رو به همتون رو تبریک میگم خب برای بکس براتون حسین رو برگردوندیم بعد از ویدیو قبلی که خیلی همه خوشحال بودن از ویدیو خیلی دوست داشته بودن بعد دیگه چند پیش حسین با من تماس گرفت خیلی خوشحالانه حالا خیلی جالبه من یه روز قبل ششم فکر میکردم که چقدر ویدیو با حسین باحال بود حسین پای خوبی بود بعد فردا حسین به من از مسیج زد که سوال من میخوام پادکست رو بگیرم ولی نمیدونم چه جوری بگم گفتم خیلی قوی یعنی <تصحب> <تصحب> بعد یه چیزی خیلی جالبه که دوستام چند روز یاد گرفتم به دخترها مسیج میزنه میخوای باهات مؤدبانه صحبت کنم که میخوای یه دونه لفظ بندازم واسه بلند کردنت یا میخوای برینم بهت بعد میگفت از هر ده تا دخت دختر میگفت اول از هر ده تا دختر دخت 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 جواب میدن چون انقدر غیر می جواب میدن بعد میگفتش که از هر ده, ده دام بین هشتا تا تا مثلا نه تا بریم به هم انتخاب میکنن چون همه میگن واه چه خوشگلی با مثلا با بگیم مثلا دماغ تو کی عمل کرده فلان هر چیزی دیگه مسخره میخوای بکنی تی بکنی ولی این, این خیلی تاکتیک قوی بود من اینو گفتم بذارم برای برای عکس دوستای خودمون <تصح> چون آقا مثلا من مثلا بیاد بگه که میخوای برینم بهت یا قوم صدقت برم من اینجوری میشم بریم ببین چقدر بینی خیلی واره واسه همین دیگه مطمئن باش این جواب میده حالا اینو من گفتم زمین تو بچی حالی بکنید یعنی داستان من میگم خدای واقعیه من یه دختره بود با دوستم تیک میزد ولی فقط تیک میزد بخونه که داشت استفاده کنه خونه ما ورزشگاه داشت در واقع توش بعد یه اتاق ورزش کوچولو حتی کوچولو نه بزرگ ولی خب یه اتاق ورزش داشت توش بعد خود دوستم هم از این هیکلی کلی یا شیشتا ازوله و همه جاش این هر رو بده بازم اینجا بخواه کسی مثلا استخام کنی اونجوری گرونه این دختره با این دوست ما تیک میزد ازش مجانی به قول معروف میمد جمعه استفاده میکرد اونم ترمی... میداد ترمی... می یعنی هم تمرینش مجانی میشد هم ورزشگاهش مجانی میشد دوست همین بهش تیک میزد ولی بهش پا نمی‌داد. قشنگ من دیده بودم خیلی مثلا از دختره دو... همین چین کیل می‌دارن. آره بعد میگم قشنگ مثلا فکر کنم شیش موداش من سنن می‌دیدم و اونم هی دوستم میگم نمی‌دونم چیکونه من طرف اصلا جوره کشید عقب و فنان بس. بعد منم همین گفتم بهش گفتم بهش یعنی برداشت نده اگه بهش برداشت نده سریم یه دوستو خرد میشه. ولی دوستان بی... احمق بود گوش نمی‌داد. بعد انی یه روز داشتیم با دخترین نشسته بودیم تو موبل بغل هم دیگه بعد دختر خود دختر خانومی نشون میداد یعنی دو خلی دو خلی دو مثلا دختر مثلا دوستا من طرف مثلا میگفت مثلا لطفا به من دست نزن اینجوری خیلی خانوم بود و یعنی مثلا میدیش فکر که مثلا این دیگه تای خانوم دیگه م. بعد خب من میدونستم که تو داری استفاده من میکنی منم تاگه اگه خانوم بودی این کارو نمیکردی پس تو خانوم نیستی تو دیوسی خب واسه همین من میدونم کاراکترت چیه دیگه بعد تو خونه نشسته بودیم بغل هم روی موب داشتیم عکساشو نگاه میکردیم به یه دلیلی ها داشت مثلا یه پراجکت رو میداد بعد یه اینجوری میرفت این اینور این ور این, ور این ور. یه هر رفت توی عکسش که توی هموم بیکینی دو تیکه پوشیده اخوش یه عکس گرفته بعد اون عکس رو سریع رد کرد یعنی مثلا اینجوری که تا اومد تا اومد انگوشش رفت سریع اکثر رو زد رفت خب و من اینجوری تلفن ازش گرفتم برگشتم تو عکس عقبیه زوم کردم تو ممش بعد صفحه <applause> تلفنشو <رو> لیست زدم <applause> ببین یه جوری نگام کرد که اگه من دوست دختر نداشتم یا نمیخواست مخم به بزنه همونجا رو مبل همدیگه رو کرده بودیم خب واسه این دخترها خودکی جاکش توشون ولی فیلم بازی میکنن که توی وقت بعدن بهش نگی این دختر بود کل داستان اینه تو تو پادکست قبلی به من گفتی تو مثلا حسین 20 ساله با 19 ساله فرق میکنه حسین 19 ساله با 18 ساله فرق میکنه من <applause> الان با یه ما پیشم خیلی فرق میکنم یعنی اون <applause> <applause> قبلی رو دارم میبینم عاشق طرف بودم همینجوری پشما میخوره نمیدونم واقعا واقعا درست حرفه یعنی ببین اصلا باور نمیشه بعد وقتی دو دفعه صد اتفاق بیفته دفعه سوم که میفته میگی خب دیگه دو دفعه پیش اومد همین خواهد بود اصلا نگران نیستم ولی واقعا هم دخترها قشنگ اسخولن اسخول گل و اینو من میگم یه چند دختر الان هیتر پیدا کردم میان زیر ویدیو همه فوش می و این پسر تخمیه و نمیدونم حتما دودولش کوچیکه من خواستم میگم حتما دودولم کوچیک نیست کوچیکه من <تص> این حرفا رو دارم میزنم میگم اینقدر دادم لاشی بعد به همه گفتم که آره من با سوی ویدیو گذاشتم یعنی همه از سالم سر ویدیو اونجا اشتباه کردی اصلا چطور تو نباید میوردیم توش برای همین قیافتانشو نمیدادیم من با افتخار مثلا میخوام این جایزه دادم یه فوش به من یه فوش به تو همون نه دخترها ببین من که دخترها میدونن کی داره زیرا میزنه بعد نمیدونم میفهمن یا نمیفهمن ولی همه حمله میکنن شروع میکنن تیکه انداختن پس این چیز نیست منم این کارو میکنم منم اون کارو میکنم ببین ما بالاتون رو دیدیم پایینتون رو دیدیم دختر پولداراتون رو دیدیم تحصیل کرده رو دیدیم زیر رو دیدیم جکو... ببین به جون مادری دارم میگم من همه دو دختر دیدم یه دختر دیدم که یه دختر دیدم که توی خونه به دو نفر میداده یعنی توی آپارتمان دو تا دوست پسر داشت توی ساختمون بعد مثلا دوشنبه با این قرارش شنبه با اون دوشنبه صبح که خواب بلند میشد زنی سشمه صبح که خواب میشد میومد آسانسور رو میزد میومد پایین بعد برمیش تو دو آسانسور دوباره میرفت بالا مثلا ببین من همه رنگ و رنگش دیدم دختری که مامو باش دکتر باشه دختری که مامو باش مثلا همین جک باشن همه تاش 95 درصد یه چیزن مثل مثلا پسر که هست 95 درصدش که فقط میخواد لش کنه و حال کنه و بنوشه و بخوره و بکنه دخترم 95 درصدش یه چیزی داره اون یه چیزی همشون واقعا این همه همشون هم پدست سوخته پتیاره و همه جیجی جی مخفی همه ها وقتی اینو میگم و به جون مامانم دروغ نمیگم از مامان خودم از مامان تو از مامان حسین همه یعنی اگر بری بابای حسین بپرسی با بگی به نظر پتیاره تنی زندانه که تو دلش میگه این پتیاره که ننه ما رو نمیگه ها چون میگه توف سربال از این شروع میشه بابای من بپرسی راستگو اون میگه ولی دفعه میپرسه <applause> منم که خودم در میدونم در آینده مال من النا خواهد بود ولی دارم بهتون میگم ببین همه خانوما پدر سوختن میانم به من میگن که نه اینجوری نیستش تو اشتباه میکنی اصلا دیوانه این به خود من نمیدونم چی بگم بهتون این داستانی که بیا مساوی باشیم ولی تلاهای من مال منه رو که مزن نمیبره پایین من برم روغن عوض کنم ای خار تو اومدی گفتی مساوی باشیم ما که نگفتیم بیا مساوی باشیم دروغ میگم بگو دروغ میگی الان به هر زنی بری طلا مال تو یا مال بابا میگن حتما طلا مال منه اینو که من خریدم انگشترم دیگه یعنی چی انگشتر شورت بابات مال باباته یا مال ماه شورت بابات هم خواسته شورت که نمیخرن 100 میلیون شورت که شاید طلا گرون ترین عنصر دنیا درست نمیکنن که واسه همین اصلا خلاصه زنگ خلاقا اینو بفهمین بعد شما میخوام با خود منطقی صحبت کنید و معدب باشین بعد این خندش میگه که تو این احمقی بر همین بد نمیده اون حسینی که دو سال پیشش تعریف میگه میگه من هیچ که پیکاپ کنم الان چپ و راست میزنم فرقش همینه چون اینگه یارو طرف فهمیده آقای این یارو اسکون ما نمیشه من خوشم میاد از این بعد سوال ببخشید واسه طرفت یه چیز دیگه هم هست. مثلا همه حالا خیلی کسی به این چیزی که دارم میگم ولی ببین اولی سخته یعنی اولی رو تو بکنی دومی یعنی مثلا همه م... یه مخ میزنن بعد سر همون میمونه سر یک گیر میکنن ببین یک رو دو تا هش رفتی این آره راست میگی اولی ها که بتونی یه خود بکنی مثلا کسی که واقعا احساس میکنی آشقشی و بیخیالشی بعد بری مثلا یه نفر هم میزنی بعد میونی هفت مثلا یادت نمیاد یارو مثلا نوک ممش صورتی بود یا قهوه‌ای بعد چی شد من مثلا داشتم مثلا یارو سکته میکردم سوراخونش رو میخوردم <تصحيح> چی شد میگی من به تو این راست حرفش خیلی درسته اولیارو که میری توش بعد میگی وای دست بدم دیگه کسی پیدا نمیکنم 10 سال طول کشید اولیار بزنم ولم کن دو الان اینو دست بریم دوباره بریم دست به فانا میشیم کن فلان گول میزنی اولی رو بندازی به دومی میبینی که او... اصلا ریخته بعد 4 5 <applause> خیلی جالبه ببین نمیتونم بهت بگم دختر چه بذار یه مثال برات بزنم من عمرم فکر نمیکنم هیچ پسری تو هیستوری پسری ای این کارو کرده باشه من یه دختره بود من با یه دوست یه داشتم خب حسین بله. بعد فکر کنم بعد از هفت سال و مثلا نیم با این دختره ما تموم کردیم بعد بف... رفتم تو فیسبوک هم فقط زدم ما دیگه تو رابطه نیستیم بعد هفته بعدش یا نمیدونم یه روز بعدش یه دختر به من مسیج زد توی مثلا فیسبوک که توی سوال خوبی و این حرفا منو یادت میاد بعد من هرچی میگم نه این در حقیقت من نمیدونم این کیه میگم نه نمیدونم گفتم مثلا ما 10 سال پیش با هم کالج میرفتیم گفتم او خب مثلا یادم نمیاد ولی واقعا یعنی تو امروز هم یادم نمیاد مثلا تو کدوم کلاس با هم بودیم آه. هیچ چیزش هم نمیاد بعد گفتم که او نمیدونم اون این حرفا گفتم آره حالا در صورت یه برنامه کنیم با هم دیگه خیلی وقت نیدم تو اینا منم من بچه ساده گفتم چه مثلا شانسی آوردیم یه دختر پیدا یه دختر دیگه اومده منم شروع کردم بریم دیت و بردمش رستوران و شیک کردم و غذا خوردیم و اومدیم خونه بعد اومدیم خونه خب من 7 سال 8 سال بود توی رابطه بودم کامل همه چیمو یادم رفته بود دختر بازی دست داده بودم مثلا دیگه بعد چه گویی بخورم اه. گفتم که خیلی خوب می‌بریم خونه دختران رو مس می‌کنم دیگه تو مستی همه چی راحت‌تره رفتیم خونه دختره یه شاد زد دو شات زد سه شاد زد شات چهارم که من شیختم یه دست دستش و شاد گفت اگه میخوای منو بکنی به شات لازم نداری ما یعنی مثلا اگه میخوای پارتی کنیم بیا شات بزنی ولی اگه میداری من مست میکنی که بکنی نکن بابا من میخوام مست مصف... میخوام سکسمون رو یادم بیاد بعد من پشمام ریخ بعد گفتم واقعا گو گفت، آره بابا من ده سال تو کار تو هم من ده سال پیش میخواستم مخواه تو رو بزنم تو م... کالج بعد دیدم رفتی تو این رابطه دیگه توش مونده بودی 10 سال سیخ کرده بود کی کدوم پسر همچین کاری واسه دختر میکنه دختر میاد عروس کنه هشت سال بعد بیاد بیرون فردا پسر روش بشه بعد در این لول آشنایی نه که مثلا یه دختر خالته با هم مثلا نمیدونی چیه یه دختر تو دانشگاه دیدم سال 2010 2020 از شوهرش جدا شد خب چه جو آماری داشتی ده سال واسه چی آماری داشتی اصلا دختر خیلی حرفه ای ام دختر اصلا یه چیزی میشنوی نمیتونیم باور کنی واسه همین گولشو نخوریم به جون من بدونین که این موجود همه اون صدای قشنگش تمام اون بدن ظریفش تمام اون پوست نرمش همش دیزان شده که تو رو مثل گوه ان گول بزنه و گولشو نخور چون گولشو بخوری دهن تو میده بدون استثناء همه انتفاقشون افتاده ببین بیشتر ببین باید... سویل من همه چیو میشه به دست یعنی میتونی مثلا پول رو به دست بیاری میشه مثلا همه چیو رو به دست بیاری ولی اون زمانی که داری بگو هیچ وقت نمیتونی به دست بیاری بیشتر من سر اون زمانه خونه می سوزن آره وقتی که یه تایمی بعد یه کاری مثلا می کردی نکنی خیلی بده دوستای من مثلا خیلی هست مثلا از چهار سالگی با یکی شن تا همین بیست سالگی بعد واقعا هم دارم می اذیت دارم میشه یعنی فقط لفظشو میان که داره بهمون خیلی خوش میگذره و فلان و ولی من میدونم چه خبره اون زیر نه همشون وقتی بیان بیرون میگن که آقا دهنمون داشت سرویس میشه چون من دیدم دیگه من وقتی که بچه بودم خب همین تو رابطه ها بودم همه میگفتن خوشحالیم بعد یارو از ده سال جدا میشد میگفت نه دختر کل بود شبا مثلا مثلا میگم مثلا تلویزیون رو طبقه پنجم پرد میکرد پایین نمیدونم دیوونه بود اینجوری دی بود اونجوری بود مثلا همین واقعا پسرها خیلی کنترل میکنن و قایم میکنن و توهم درست میکنن که رابطه خوبه دخترم اتفاقا از اون و هر گوی دلش میخواد میخوره بعد تو خواهی داری یه بار تو کون بده <applause> 20 بار اون رو, رو عصب تو تو یه بار چک بزن بهش تمام دنیا میفهمه زندان نری شانس آوردی این خوش شانس باشی بیابرو میشی بعد شانس باشی بیابرو میشی و میری زندان واسه همین این یک موجود ترسناک و خطرناکیه که نمیدونم چرا هیچ کی به آدم نمیگه تو بچگی همه همه آره و دختر فرید من چه کیوت دخترم میاد بیرون حواست بهش باشه با بابا با دختره ها پاش خورد اونجا پسر چون حواست نبود همش فقط همه به اشتباه یاد میدن که مثلا به این آدم بیشتر برسی و بیشتر برسی و بیشتر برسی برسی که این رفتاری بچه باید بکنی با بچه باید اینطوری بکنی نه با یه آد انسان که دودول نداره <تصفح> به تو خواهم که دودول نداری یه دیگه رو میگفت اون چیزی که لای پای توه لای پای همه دختره دیگه هم هستش مدل استانداردشه چیز خاصی راجع به تو نیست این هم واقعا واقعا فکت خب آقا این اپیزود در آخر راجع همین بود راجع به این دختربازی سوبر بودن دو تا چیزی اگه داری اضافه کن که بعد بریم اپیزود بعدی و راجع به ماه رو با هم سکس کنیم نه دیگه همین بود ولی واقعا تو این یه ما خیلی همیشه تردی کرد خدا رو شکر واقعا من. من درگیر بودم جدی واقعا جدی درگیر بودم درگیر درگی دخترها... نه همون دختری که بهت گفتم عاشقش بودم و فامیلمون بعد مثلا از دور که آدم نگاه می‌کنه اینه چی چیز چندشیه مثلا همون دختری که عاشقشی مثلا چرا من همچین کاری می‌خواستم بکنم چرا چندشه چون که دختره الان برای چندشه نه چون فامیلته فامیله اصلا خیلی زایه به نظر من تو ذهنم <پس> خیلی خب نه اون که زایه است اگه مثلا میخواستی یه فشار بدی فامیلو اشکال نداره عاشق باشی غیرادی <تمتضح> <p> <تضح> <است> ولی خب آدم یکم دقت میکنه خیلی سزایی هست است این همه دختر رو ریخته بعد میدین چی شد اون موقعی که من مثلا چیز شدم عاشق شدم و اینا توی یه شرایط خیلی خاصی بود بکنم مثلا از مثلا شرایط خیلی صبر و سلام خوبی دو اینا رسید مثلا به بغل و بوس و اینا تو مترو مثلا تو این مایا این مدلی شد مثلا هر رابطه تو رابطتون نه تو رابطه نه همون روزی که با هم بودیم یعنی مثلا یه دفعه شد یعنی هر کیم با من اون کار رو رو میکرد مثلا از حالت خشک و اینا میرسیدیم به بغل و اینا صد درصد عاشقش در میشدم بیشتر به خاطر شهر فهمیدم یعنی آکسی توسن نه, نه تو سرویس کرد فهمیدم <laughs> آره دقیقا <laughs> رو بغل کرد و یه ماچ داد اصلا دیگه تو شب و روز آره, اتا... آره بعد دختره کاراشون خدایی خیلی ببین دختره شاید کارشون قصد سکسی نباشه مشکلی مغز یه کسکش ماه انقف این سوپر رو چرا دیدیم مثلا دختر اصلا اینجا لب داده تو اون فیلم سوپری که دختر لباشو قنچه کرده رو داری میبینی تو مغزت وقتی داری به دختر فکر میکنی بعد موقع خودت خودت میزنی به جون خودم خیلی <تصح> خوب. <تصح> 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 آره تو اون سناره کسی بادم دست بزنه چیز میشه آره بابا تو اصلا من بده بودم مثلا سوالای منو ببین سب که سوال پرسیدن من مثلا دفعه اولی دیده بودم فامیل منو ولی خب مثلا یه مثلا سال یه بار میبینیمش و تو دانشگاه دوست دیده بودمش و گفتم سلام چطوری مثلا این مدلی و دستم ندادیم مثلا به هم اول که دیدیم همون فامیل توری سنتی چند سالگی اول بار هم دیدیم مثلا سال یه بار اینا هم دیگه چون خونش میتر درجه یکی یا درجه دو درجه دوه بعد مثلا چطوری مثلا نظرت در مورد این دانشگاه چیه مثلا سوال این مدلی سوال های چیه بعد یه چی دیگه رفتم تو مترو بعد من چه چجوری ریخو باز کردم گفتم یا تو بچه بودیم یه جایی زدی که نباید بزنی اینجوری باز شد سر بس شانس بودی بچه که زده بود اونجا که نباید بزن من یه بچه بودم یه دختره بود فکر همین فکر فرمونه که تو میگی بعد منو منو اون دختره میفتیم خونه مام میخوابیدیم بعد من یه بار خواب بلند شدم دیم دختره لباسش تا اینجا بالاست مماش هم افتاده بیرون اینو نگاه کردم گفتم که ای این بند خدا بغل من خوابیده نگاه کن دنیا چه برای سرش چی اینجوری لباسشو گرفتم آروم کشیدم پایین و پتو کشیدم شو گفتم خوابیدم آقا فردا صبح شب دو رفتم بخوام هم دوباره لباسش اینجاست گفته این بعد عجب عادت بدی داره اینجوری میخواد بیا میشه که بزرگشه دوباره کشیدم پایین و خوابیدم تموم شد یه سال داشت داستان دختر نگوش شده داشت داستان که تعریف میگن ده سال بعد اگه ما احمق واسه بهت بده کی گفتم نه من به خدا گفتش من چه ساله دارم میخوام که شده لباسم یه زیر گلوم چه جوری هستم میشه لباسم یه زیر گلوم من دوبار پای سرم بعد اخ من بعد من قش یادم که خیلی مرتب صاف خوابیده و لباسه بیرون معمه های اینجوری بیرون فقط لبا گنجه نبود بعد من احمق نفهمیده بودم دیگه ببین میگه احمق نباشی اگه احمق باشی مثل من همینه تو کونه اونجایی هم که تو بابا تو کنه دیگه تو نمیری یعنی خاک و سرم واقعا آخه بابام خیلی آقاست بعد دیگه من از اون یاد گرفته بودم اون موقع فقط آقایی بلد بودم <تص> <مثلا. تص> <تص> الان بعضی آقایی یادم مثلا این من من یاد یاد. او این <تص> <تص> خیلی برای با دخترها مهربون باشین بهشون برسین ولی تاییدتون بدونین که این یک موجود وحشی مثل سگی که میاری تو خونت حواست نباشه گازت میگیره حواست هم باشه برات بقیه رو گاز میگیره همش دست توه چاکس